سلام عرض ادب و احترام به شما و مردم عزیز ایران من ادامه صحبت درباره حال خوب دقیقا امروز کتاب آوردم آقای سهت شاهکار من عاشق آلندوباتنم و فکر میکنم این کتاب بهترین اثر آلندوباتن باتنه خب این خیلی جمله بزرگی آره. که این بهترین اثر بهترین چون کارهای آلندوباتن خیل خیلی خیلی همش کارهای خوبیه آره ]ه. ولی من با این کیف کردم اصلا با این اون كتاب. کتابایی که زیر نظر آلن دوباتن است مدرسه زندگی رو دیدم آره اونا هم دیدم چطور از تنهایی لذت ببریم چطور رنج بکشیم ولی این اصلا به نظر خطا تو سیاتل تایمز روش نوشته غنی ترین با ترین و صمیمانه ترین اثر دوباتن میشه میشه ببینمش که اسم جالبی هم داره آره استراب موقعیت آلندو باتن ترجمه سید حسن رضوی دکتر همه رو خط کشیدید آره من اینجوری میخونم <applause> تمام کتاب تمام کتاب هاشی نویسی شده و خط کشیده شده خب درباره این کتاب توضیح بدیم خیلی خوبه آقای صحت این کتاب با یه نکته شروع میشه ببخشین اجازه از ته این کتاب بله بگم. بله بله, بله. آقای دکتر شکوری ته کتاب نوشتن عالی بود این کتاب کیف کردم صفحه قبلو نخونید چون چیز خوبی هم چرا اینقدر این کتاب رو دوست داشتید؟ خیلی دوست داشتم چون به نظرم به درد حال خوب تو این روزا میخوره چون مجموعه کلاژ از فلسفه، روانشناسی، تاریخ، هنر، ادبیات همه چیز رو گرد هم آورده که مفهومی به نام استراب موقعیت رو بتونه توضیح کلاژ یعنی چی؟ کلاژ یعنی مجموعه از چیزهای نامتجانه که کنار هم کنار هم دیگه آه. یه هارمونی میسازه آه. با هم. آره. ببینید خوب. موضوع اینه که با این شروع میکنه میگه که دو تا داستان عشقی تو زندگی هر آدم بزرگسال وجود داره. اولین داستان عشق رومانتیک داستان ما با کسی است که فرد خاصی است که دوستش داریم و دوست دومین داستان داستان عشقی ما با جهانه آها. چیزی که طلب میکنیم به عنوان تایید از جهان و تشنه اینیم که ما دیدشیم این کتاب در مورد داستان عشقی دومه در مورد موقعیت ما در جهان و اینکه چطور به ما آسیب میزنه و استراب تولید میکنه معتقد ما توی این روزا دو جور آدم داریم اونایی که برای خودشون کسی هستن و هر حرکتشون مهمه هر لبخندشون تحلیل میشه و اونایی که هیچ کس نیستن و نامرئی و دیده نمیشن و زخمی از میدونید تو این داستانم شکست عشقی وجود داره و به بدترین شکل ممکن از جهان شکست عشقی میخورن در مورد این شکست عشقی در حال و هوا و زمانه ماست داستان ببین کتاب به ما میگه ما به شکی ذاتی در مورد خودمون مبتلاییم خب. یعنی ما هممون در مورد اینکه چقدر خوبیم باهوشیم زیباییم و کجای دنیا ایستادیم دوچار یک شکی هستیم که این جهان و دیگرانن که باید برای ما برطرفش کنن یعنی هویت ما زندانی داوری دیگرانه برای اینکه میدونید به ما بگن ما واقعا چقدر خوبیم و تو این ماجرای عشقی که هویت انقدر بیرونیه و عوامل بیرونی میسازن میلیونها ها نه میلیاردها آدم هر روز شکست عشقی میخورن میلیاردها آدم آدم های معمولی هن. لیبل میخورن که هیچ کسی نیستن و نامرئی و این بیشترین شکنجه برای کسی که دیده نشه شنیده نشه و دنیا هیچ واکنشی به بودن اون نشون نده این کتاب در مورد این زخم بشریه که آدم ها بر از اینجا شروع میکنه که از گذشته این استراب موقعیت یا چیزی که تعریف میکنه خیلی چیز جدیدیه از گذشته وجود نداشته خب میگه که در گذشته آدم ها درسته ممکن بود فقیر باشن ممکن بود به لحاظ موقعیت اجتماعی پایین باشن ولی شرمگی نبودن از میدونی فقرشون امروز ما به آدم های ناموفق برچسب لوزر میزنیم شکست خورده میزنیم معتقدیم یه نظامی از شایسته سالاری درست کردیم که اگه کسی به جایی نمیرسه مشکل خودشه احتمالاً کنزه تنبل مردد بی ایمان و میدونید و اصلا خودش شکست خورده میدونید او باخته و, علاوه بر فقر علاوه بر چیزی که تجربه میکنه شرم رو هم تجربه میکنه استراب اینکه جهان چه پاسخی به شکست او خواهد داد رو هم تجربه میکنه کتاب با این شروع میکنه که هویت آدما در گذشته با سه تا داستان خلق میشده یعنی سه تا ماجرا هویت یه آدمو میساختن اولین داستان این که فقرا مسئول شرایطشون نیستن یه جامعه طبقاتی بوده مثلا در این قدیم. این در قدیم بوده داستانیه که قدیم. آره و البته این داستانا نابرابری و تشدید می‌کرد یعنی در خدمت اون نظم حاکم بوده به آدما اجازه تحرک طبقاتی نمیداده بتونن رشد کنن پیشرفت کنن ولی در این حال بهشون آرامش میداد یعنی شرم رو ازشون دور میکرده مثلا در جامعه مسیحی سه طبقه بوده روحانیت اشراف و دهقانان و پیشوران اگر کسی دهقان بوده تو این داستانی که تو اون دوره میذاشتن آدم میدون کم اهمیتی نبوده درسته به لحاظ اجتماعی پایین بوده ولی عیسی مسیح هم در نجار بوده و به پایین ترین طبقات تعلق داشته یک پدر فقیر احساس نمی کرده هیچ کسه احساس نمی کرده به آخر رسیده هنوز عشق رو از منابع مختلف دنیا دریافت می کرده داستان دوم این بوده که آقا ثروتمندا اصلا گناهکار و فاسدن میدونید و اصلا معیار اخلاقی برای قضاوت آدم ها نیست ثروت میدونید یک دنیا یک الوهیتی وجود داره اون بالا و اون بیرون و آن جهان که اونجا معیار آدم ها اخلاقه و ثروتمندان لزوما در این بازی برنده نیستند و داستان ها به این شکل آدم ها رو آرام میکرده تسکین میداده التیام میداده این داستان ها بعد از شایسته سالاری به چند تا داستان دیگه تبدیل شده مثلا 1723 ماندویل یک کتاب می نویسه به نام افسانه زنبورها و توش داستان رو اینطور روایت میکنه که این ثروتمندان که مفیدن نه فقرا میگه بدون ثروتمندان فقرا خیلی زود به گورهایشان سپرده میشدن ولی تو داستان قبلی فقرا موتور محرک یک جامعه بودن ولی اینجا اگر تجمل اگر غرور اگر ولخرجی ثروتمندان نباشه شغلی هم وجود نداره اثر آدم اسمی دست پنهان بازار میدونی تو این نگاه دیده میشه دوز... م... چیز بعدی داستان بعدی در اصر ما اینه که موقعیت با اخلاق ارتباط داره میدونید بعد از پروتستانیسم میدونی این گزاره ای که تو میتونی با شرایطت بسازی تبدیل به این گزاره شد که اگر کسی در این دنیا زندگی خوبی نداره در اون دنیا هم زندگی خوبی نخواهد داشت ما باید به عنوان یک انسان تا میتونیم دستاور تولید کنیم موتور محرک انقلاب صنعتی و انقلاب علمی و اقتصادی در غرب بوده ولی فقر رو تیزتر و مخربتر کرده چون آدم هایی که به هر دلیل از این بازی دور میموندن با این حس صحنه رو و بازی رو ترک میکردن که حتما ایرادی دارن که اونها خودشون باختن میدونید داروینیسم اجتماعی هم اینو خیلی تشدید میکرد مثلا میگن اگه همه امکان اینو دارن که تلاش کنن و موفقشن حمایت از فقرا پاداش دادن به شکسته میدونید فقرا خودشونن که باختن چقدر تو روانشناسی مصبراندیش این جمله ها رو میشنویم و چقدر مخربه مثلا میگن اگه کسی فقیر به دنیا بیاد گناه خودش نیست اما اگه فقیر از دنیا بره خودش مقصره خب چرا م... یا... یعنی این جملات درستش از نه شما چی؟ درستش از نظر من اینه که عوامل بی نهایت زیادی غیر از تلاش ما در حقیقت موثرند ببین آقای سهت شایست سالاری به معنی واقعی در جامعه ایجاد نشده هیچ وقت در هیچ لحظه ای از تاریخ اینکه داستان گذشته ولی تغییر کرده نم... دلیل نمیشه که ما برای شایست سالاری د... تلاش, تلاش نکنیم نکنی. ولی من میگم این کامل محقق نشده آقای سعد ژن خوب قرن هاست در همه جای این سیاره در به آدم ها کمک کرده که بیش از توانایی هاشون موفق باشن همه آدمها آدم ها تجربه از مصاحبه های کاری دارن که توش عالی بودن جواب همه سوال رو دادن و بهشون گفتن با اتون تماس میگیریم و هیچ وقت تماس شما نگرفتن به چیزی به اسم جن خوب اعتقاد دارید با با. نه معتقدم این با اون شایسته سالاری ایدئالی که ما فکر میکنیم محقق شده در تضاد ما فکر میکردیم موقعیت های طبقاتی در دنیا خیلی نرم شدن آدما میتونن طبقشون راحت عوض کنن بله میلیون ها نفر این کار کردن ولی میلیاردها نفر اصلا این فرصت رو نداشتن میدونید و با احساسی از شرم نسبت به وضعیتشون دارن زندگی میکنن که من به اندازه کافی کافی نیستم مثلا آلن دوباته میگه یکیش وابستگی به استعداد ناپایداره میگه ما همیشه نمیتونیم بهترین خودمون باشیم در انگلیسی به نابغه میگن جینیس جینیس اون جین اولش همون جن در کلام عربیه و به این معنی که اون جن زده شده انگار وحث شده به متافیزیکی و اگه داره ساز میزنه یه جن زدگی رخ داده که میتونه کاری کنه که هیچ وقت خودش نتونسته انجام بده ولی استعداد ما همیشه در معرض جن زدگی نیست شما کارگردانید سخت در این کار برای کارگردانی که فیلم خوبی ساخته اینی که فیلم دومش رو بسازه میدونی موج انتظارات و اینکه شاید اون بارقه های الهام و خلاقیت که گاهی به سراغش اومده به سراغش نیامده چه کار کنیم که وقتی که اون یک نفر رو موفق میدونیم به ما احساس این که شکست خورده یا ناموفق بهش میرسیم می خیلی راه ها داره تراژدی کمدی هنر به راه حل میرسیم ولی تو تبیین موضوع بگم مثلا یونانی ها نه تا در استوره دارن میگن و اینا ب... به ناواقع میگن گیفتت میگن هدیه ای بهش موهبتی بهش داده شده که اگر الهه شعر نظر کرده به سروش صحت و او کاری بزرگ خلق کرده ممکنه موهبت رو ازش بگیره موهبت ها موقتی میدونی نبوخ همیشه نمیتونه در بالاترین سطحش باشه این یکی از دلایلی که ما نمیتونیم همیشه برنده باشیم یکی دیگه مثلاً شانس علاقه منده که علاقه منده به بازیگری خب میگن که من کلاس رفتم استعدادشو دارم نمیدونم تلاشمو کردم بیان بدی ندارم صدام خوب پس چرا نمیشه خب ببینید برای اینکه من معتقدم شانس مساوی با موقعیت به اضافه توانایی توانایی یعنی ما یه دستکش بیسبال دستمون کنیم که توپای موقعیت که از بغل اون رد میشه بتونیم بگیریمش ولی موقعیت هم باید رخ بده ممکنه بازیگری فوق العاده باشه ولی هیچ وقت شانس مواجهه با کارگردان شانس خوب شانس م... ممکنه نبد. نده نباید همین باید بعد این فرض دنیای امروز رو که میگه هر کس تلاش کنه قطعا به نتیجه میرسه بعد با ابهام با تردید نگاه کنیم من آدم های زیادی آقای صحت میشناسم که بی نهایت تلاش کردن و جنگیدن ولی اون موقعیت براشون رخ نداده و... و, خب ولی واقعیت دنیا همینه من فکر می کنم اگر بپا... بپذیریم واقعیت از اندوه ما نسبت به این شرایط کم میشه حداقل نسبت به اون واقعی که رخ داده ناراحتیم ولی شرمی رو احساس نمی کنیم که من به اندازه کافی قطعا های. من اصلا اینجا هم که راجیم همین حرف بزنم و آلندوبات دوباته میخواد راجیم همین حرف بزنه بذارید من چند تا چند تاشو بگم که چرا دنیا مثلا چند تاشو خیلی خلاصه چرا وقت نداریم دوباره مثلا دستگاه ATM تی دکتر چرا نداریم وقت ما محدوده درسته. و این اندوه باید بپذیریم ما باید بپذیریم دوست من رسیدم به اوجش ما باید بپذیریم بله. خوب... که وقتمون کمه و نباید بخوایم شکر خودمون شکست خورده یا مغبون ببینیم فهمی. وقت ما اینجا تموم شد من بغزم قورت میدم و خدافسی میکنم شما <تصفح> یک جنگجوی غمگین دو واقعا همینطوره ولی یه خبر خوب براتون بفرمایید و اون اینکه برای اینکه خیلی غمگین نباشین و بدونین که گاهی وقت موقعیت ها هست و با توپمون <تصفح> میتونیم بگیریم ما این برنامه بعد از یه چای خوردن دلست. که بریم خودمون این چای رو بخوریم دوباره ادامه این خیلی عالی. بله, بله پس چای رو صرف بفرمین که با در راه حل صحبت ادامه دیم خب دکتر مشتبه شکوری جنگجوی پیروز و شاد ما رو خوردیم دوباره چایی آوردیم اینم میل بفرمایید و ادامه بسک راه حل اینکه یه کسی که احساس شکست میکنه بفهمه که شکست نخورده آفرین و شاید بعد شانس بوده فقط ما تو قسمت اول راجع این صحبت کردیم که چطور افسانه شایسته سالاری به بخش زیادی از جامعه این حس رو منتقل میکنه که اگر شکست خوردن کودن احمق میدونید مردد بی ایمان و ضعیف بودن علاوه بر فقر یا شرایط بعد شکست شرم رو هم تجربه میکنن خب آلن دوباره چند تا راه حل در این موضوع میده یکیش هنره میدونید که یه فیلسوف آلمانی میگه اگه هنر نبود حقیقت ما رو میکشت آلن با این موضوع شروع میکنه که هنر یک جور پادزهر زندگیه هنر منتقد زندگیه و تو این جمله هنر منتقد زندگیه یک نکته وجود داره که انگار زندگی شایسته نقده میدونید یعنی میشه بهش نگاه کمک میکنه که سختی های زندگی رو انگار سیقلیش کنید و بعد وچه دیگه از ماجرا رو ببینید مثلا ببینید مثلا جیم در هاکل وریفین مارک تواین میدونید کجا جیم اصلا تو دنیای واقعی میتونه دیده شه غیر از صفحات این رمان جایی که جیم مهمه روحیاتش شخصیاتش یه برده سیاه بوست فراری که داره دائم فرار میکنه و اینجا دیگه جیم مهمه مثلا میدونید لنی در در خداحافظ گری کوپر رومنگاری این یه اسکیباز تاریخ دنیا که کیلومترها در بالای زمین داره اسکی میکنه کجا ممکنه اهمیت داشته باشه غیر از جایی که تو صفحاتی رمان ما بتونیم ببینیم لنی کی بوده آقای سعد هنر امکان اینو میده که ما داستانهای نشنیده شده رو و آدمهای ندیده شده رو ببینیم مثلا جان شاردن نقاش بزرگ 1738 وقتی مده که همه از امپراتورها و پادشاهها نقاشی های میکشن یه نقاشی میکشه به عنوان به اسم تغذیه دوران نقاهت یه زن ساده روستایی رو نشون میده که داره یه تخم مرغ و پوست میکنه میدونید هنر اینطور میتونه صدای مردمان بی صدا باشه میدونید یه نقاشی دیگه هست که خیلی دوستش داره آلن دو به نام توماس جونز یه نقاشی داره وقتی همه از کلیساهای بزرگ و بناهای عظیم نقاشی میکشن به نام پشت بام های ناپل میدونید و توش میره سراغ خونه های عادی با گچبوری های ساده با دیوارهای فروریخته، فرو ریخته با, با بناهای خیلی معمولی از زندگی آدم های معمولی آقای سعد تو دنیایی که شایسته ها دائما ستایش میشن و دیده میشن هنر فرصت دیده شدن آدم های شایسته که شاید خیلی هم شایسته, شایسته نباشن آفرین در مورد اینم میخوایم صحبت یه شانس کن. و یک موقعیت دقیقا. و یا یک ارتباطاتی باعث شده به نظر بیاد شایستن یا تحمیل بشن به عنوان شایسته. عنوان شایسته دقیقا همینطوره با وقتی از شایسته سالاری حرف میزنیم این یه لحظه تاریخی در دنیاست خب ولی قبلش یه انباشت گسترده ثروت وجود داره بعضی از ابتدا ثروتمندترن پس آموزش های بهتری میبینن پر فرصت های ارتباطی و رشد بیشتری دارن و بعضی ها نه ولی بازم دونی... بر من انگیزه که اونایی که شایسته هستن به جایگاهی که استحقاقشو دارن آه آه همشون اینطور نیستن خب ولی من میگم اگه کسی به جایگاهی هم باید برسه اول از همه باید شرم راجب به موقعیت فعلیش رو بذاره کنار میدونی این بخش زیادی از توان عاطفیش رو میگیره وقتی او هم فقیره و هم شرمگینه نسبت به فقرش نه واقعا توزیع نابرابر و تصادفی استعدادها ثروت و موقعیت ها در همه جوامع وجود داره و این امری طبیعیه من با اینکه خودم درست بفهمم این که شرم رو بذاره کنار به معنی اینکه در واقع بی شرم بشه نیست نه به, به معنی اینه این این که محکم و قوی باشه دقیقا باشید. و احساس نکنه چیزی کم داره میدونید احساس نکنه یک بازنده است و این خودپنداری شو و انگاره هاش راجع به خودش, خودش به ایست... بگه من اینجام حالا میخوام برم جلو دقیقا دلوم. و نسبت به موقعیت هم احساس بدی ندارم ولی این موتور محرکه برای پیشرفت برای گام بعدی حالا دوباره این پیشنهاد دیگه هم در مورد تحمل استراب موقعیت میده و شاید تعجب کنید اون تراژدی دیه. فرهنگ یونان از گذشته به نوشتن تراژدی عادت داشته قرن هاست که گفتن این کارو میکنن ولی خب کم کم فراموش شده میتونید تراژدی یک موقعیت همدلانه با آدمی که شکست خورده خلق میکنه ارسطو در فن توضیح میده تراژدی چه شکلیه میگه یک آدمی با مجموعه زیادی از فضائل و یکی دو تا عیب شخصیتی از خوشبختی ته یک اتفاق با تصمیمهاش به بدبختی میرسه ولی این داستان آقای سعد شبیه تیتر روزنامه ها قضاوت نمیشه اگه اوتلو رو بخوایم تیتر روزنامه کنیم میشه مهاجر دیوانه دختر سناتور را کشت خب چقدر بیروه ولی تراژدی به ما نشون میده که اوتلو چه رنجی رو تحمل میکرده و چه کشمکشی رو ما از چشم های اوتلو میتونیم ماجرا رو ببینیم اندکی همدلی راجب به شکست خورده ها یه صبر کنیم پس آیا ما هر وقت توی روزنامه میخونیم مهاجر دیوانه دختر سناتور رو کشت زود نباید قضاوت, کنیم کنی. و دنیای ما دنیای قضاوت زوده شاید اون مهاجر دیوانه آف. اوتلوی رنج کشیده ی حکیمی باشه آفره. و اون دختر سناتور کسی که در یه شرایطی دارن تحت فشار قرار آفره. دادن آره؟ یعنی روی دیگه سکه یعنی ماجرا رو بشنویم تراژدی های مدرن هم همینطورن ببینید آژانس شیشه ای به ما امکان اینو میده که ما هاج رو ببینیم اگه آژانس شیشه ای تیتر روزنامه بود این بود که رزمنده سابق جنگ یک مثلا آژانس هواپیمایی رو به گروگان گرفت ولی ما میدونیم حاج کاظم چی رو می دونیم چی داره آتیشش میزنه میدونیم چشمای ما رو انسانی, انسانی تر, میکنه می می و همدلانه اینکه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد. مثلا می که توی جامعه شناسی هم این خیلی مبحث مهمیه که برچسب زدن آفر. یعنی ما بیایم از قبل تصمیم بگیریم که فلان چیز در همه حالتها بد است. آفارد. بهمان چیز در هر حالتی خوب است. اینکه همیشه و همواره رو از قبل تصمیم گرفته باشیم بدون اینکه به مصداق فکر کنیم بدون اینکه به شرایط فکر کنیم آفانی. بدون اینکه به علل و عوامل فکر کنیم با یه برچسبی تصمیممون رو گرفته باشیم یا اشتباه آفرین اشتباه آدم ها داستانن تو, تو چقدر آفرین من خیلی خوب میگین آخه <applause> نه خدا عالی میگین آقای سعد یعنی چون چون زندگی کردین چون تو سینما شما این کارو میکنین یعنی تو قصه ها آدم های کلیشه بندی شده رو باز میکنید و قصه شون رو روایت میکنید و این کار بزرگیه آقا صد ما از وقتی تو کتاب های موفقیت فقط به داستان پیروزی پرداختیم این حس رو به شکست خورده ها دادیم که میدونی نمیشه باشون همدلی کرد شکست تقدیرشون بوده و خودشون مقصرن من سریال بریکینگ بعد خیلی دوست دارم دیدین سریالو شاهکاره دوبلم شده. اخیرن هم شده اخیرا هم تو در به صورت چیز داره پخش میشه خیلی خوبه داستانی معلم شیمیه که یه روزی مثل شما که معلم شیمی بودین میفهم درگیر ای یک سرطانه و دوچار ای یک مشکل مالیه که اگر بمیره خانوادهش و پسر معلولش نه نه, نه خب فقط معلم شیمی شبیه شماست فقط <تصفح> <تصفح> اون شبیه شماست <تصفح> خوب. خوب. ولی بعد این تبدیل میشه به بگم گفتن آخرشو نگفتم آقای آخر که دیدن بیننده ها میدونن که این قسمتش بدتره تبدیل میشه بزرگترین در معامله کننده مواد مخدر در آمریکا. ولی ببخشید شما نه اون میخوای نه گم نه نه دیگه کار از این زنده نیست آب از سرم گذشت ولی میدونی وقتی به این بدون میبینی احساس میکنی تو هم میتونی جای این باشی تو هم اگه تو این شرایط باشی شاید همچین انتخاب وحشتناکی بکن و البته این تراژدی نشون میده که چطور آسیب میبینه از انتخاباش ولی میدونی کمی همدلانه تره دومی دو راه حل در حقیقت آقای دومین دو راه حل بزنیم بعد دومیش دو تراژدی بود همین تراژدی بعدیشو آها آه. بر... آه. آه. بعدی بعد آره،, آره باشه دیگه باشه. خیلی امروز جنگجوی شادی آره دیگه همینجور وقت اضافه زیاد برام. هم میشه خیلی خیلی خیل خوب بود خیلی متشکرم امیدوارم که این کتاب رو بخونیم امیدوارم فرصت کنید و جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بخونید آخواری. اصولا کارهای داستایوفسکی و امیدوارم که من امیدوارم دفعه باشید. بعد که یه فیلم تو شبکه های مجازی دیدن که فلان آدم مثلا سقوط کرد رسوایی فلان کمی فکر کنیم که یک دقیقه برای قضاوت یک آدم خیلی کوتاهه میدونید یک دقیقه برای قضاوت یک آدم خیلی زمانه های بخلی. کوهن صفحه های طولانی بود که اون آدم رو بر ما باز میکرد و توضیح میداد خیلی خیلی از شما